شوربا داستان کوتاهی بر مبنای نوشته ناید غزل. آب را در ظرف زنگ زده و کنهی روی اجاق گذاشت. گرمی و حرارت اجاق هم آنقدر زیاد نبود و مواد سوخت را کم کم استفاده می نمود تا کفایت کند و غذا را برای کودکانش آماده بسازد. آرزو داشت امروز شوربای پخته کند تا این شکم گرسنگی چند روزه خودش و کودکانش برطرف گردد. اما امکانات پختن شوربا با گوشت نبود و پیاز روغن و مصالح های رنگارنگ هم موجود نبود. فقط میخواست شوربای تازه و خوب و خوشمزه‌ای بپزد. کودکان همه با اساس سن و سال پهلوی هم نشسته بودند و با امید هر چیز زودتر پخته شدن شوربا دلهای کوچکشان می تپید. چندین روز می شد که چیزی جز تکه های پوپنک زده سبوس نخورده بودن. ساعتی گذشت و آب به جوش آمد و جوشید و جوشید. حباب های داغ یکی بعد دیگر بالا می آمدن و مادر لبخند بر لب داشت. لبخندش طعم تلخ زهر داشت که زبان و حلقش را می آزرد و اما خودش را راضی و خوشنود نشان می داد و بار بار تکرار می کرد: غذایتان آماده می شود، غذایتان آماده می شود. حباب ها یکی بعد دیگر بالا می رفتن، تبخیر می شدن، شاید به پیش خدا می رفتن و شاید خداوند راهی برای به دست آوردن مواد لازم جهت پخته شدن شوربا را برایش نشان می داد و او هنوز به بخارهایی که به بالا می رفتن نگاه می کرد و گاهی با پاره تکه چرکین سر ظرف را بلند می کرد و با قاشق سیاه و دوزل چنان از کف ظرف آب را بالا می زد که گویی غذای ثقیل در حالت پخته شدن است. کودکان خسته و بی‌حال گردیدند و یکی در پی دیگر به خواب نه بلکه به بیهوشی رفتند. مادر حسرت زده و غمگین شد و آن کوچکترین کودک که اشکایش چون رود روان بود و فریادش دیگر در گلویش خسته و زار کشته بود نزدیک اجاق رفت و تا پرسش از قضا کند. مادر داد زد، فریاد برآورد و گفت: وای شوربای ما نمکین شد و هر دو مادر و فرزند شورزار عشق را با پشت دست خشکیدند و کنار اجاق